سلام دوستان، چطورین؟ خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من مهراد هستم، از کانال یاربورس در خدمتتونم. خب دوستان، امروز هم مثل هر روز قصد داریم تو این ویدیو ارز کاردانو رو تحلیل کنیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل این ارز، مثل همیشه بازم میگم لطف کنید اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین یا واسه اولین بار است که ویدیوهای منو میبینید، همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن است، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید تا به محض اینکه تحلیل ارز مورد نظرتون رو منتشر میکنم ازش مطلع بشین و بتونید سریعا ویدیوشو ببینید. خیلی خب، من چند ثانیه ویدیو رو نگه میدارم تا شما اگه هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید. خب دوستان، اگه سابسکرایب کردین ممنونم ازتون. بریم سراغ تحلیل این ارز. ببینیم توی ویدیوهای قبلی که داشتیم قبل از این ریزش بود و ما بالای قیمت 2.09 دلار بودیم. ببینید این لاینی که اینجا رسم کردیم، بالای این قیمت بودیم. گفتم اگه کسی قصد خرید این ارز رو داره، حد ضررش رو میتونه حدود 5% پایینتر روی قیمت 2.09 دلار تنظیم کنه، چون در صورتی که این حد ضرر بشه، یعنی حد ضرر بعدیش میره تا 10% پایینتر، که باید ببینه اونجا حمایت میشه یا نه. اگه 10% پایین تر روی قیمت 2 دلار هم این حمایت بشکنه، که قیمت ارز مستقیم تا محدوده 1.90 دلار میاد پایین. خب این محدوده 1.90 دلار تا 2 دلاری که اینجا با رنگ بنفش رنگ مشخص کردن، اینو ما قبل از اینکه اصلا قیمت ارز به 3 دلار به 2 دلار برسه ما رسم کرده بودیم. اگه ویدیوهای قبلی منو دیده باشین، اون موقعی که ارز به 3 دلار نرسیده بود ما این محدوده رو رفع کردیم و همیشه میگفتیم این محدوده محدوده خوبی واسه خریده. خب الان هم قیمت ارز توی همین محدود است. ببینید من شخصا خودم ارز رو تو همین قیمت ورود میکنم، ولی شما باید در نظر داشته باشین اگه قصد ورود به این ارز رو دارین، ببینید توی تایم فریم روزانه کندلی که منفیه خیلی قدرتمندتر از این کندلای مثبته. درسته که الان وضعیت بازار رو به مثبت شدنه، ولی ما خود ارز کاردانو رو نگاه میکنیم میبینیم یه کندل قرمز رنگ بدی زده. چند تا کندل باید بخوره که بیاد این کندل قرمز رنگ رو جبران کنه؟ اگه 2 تا دیگه هم همینطوری کندل بخوره، میشه 4 روز در ازای 1 روز. خب پس این نشون از قدرت فروشنده داره، ولی قرار نیست الان کسی رو بترسونیم. میریم توی تایم فریم 4 ساعته واسطون مشخص میکنیم که قضیه چیه. ببینید وقتی تو تایم فریم 4 ساعته میشیم، خب این همون کندل قرمز رنگ دیگه، این چند تا کندل همون قرمز رنگن. این محدوده بنفش رنگ هم که گفتم من همیشه خودم اینجا خرید میزنم، ولی اگه شما هنوز خریدی انجام ندادین باید توجه داشته باشین که ما در حال حاضر زیر لاین حمایتی 2 دلاریم که الان به یه لاین مقاومتی تبدیل شده و همچنین لاین EMA دقیقا بالا سرمون قرار داره، اینم میتونه به عنوان یه مقاومت عمل کنه. پس اگه قصد ورود به این ارز رو دارین باید توجه کنین که حد ضرر شما از این نقطه‌ای که بخواین ورود بکنین میشه حدود 11% پایین تر روی قیمت 1.77 دلار. پس اگه شما قصد خریدشو دارین باید قبول کنین که احتمال داره 11% هم ضرر بخورین. چرا من این محدوده رو میگم؟ چون امکان در ارز دوباره بیاد یه سایه بندازه، پس 1.90 دلار شکسته میشه اگه این اتفاق بیفته و سریع دوباره این کندل سایش جمع بشه برگرده بالا. اینطوری فقط استابلاس شما فعال شده، ارز شما فروخته شده، دوباره قیمت برگشته بالا. خب این یه ضرره. و نکته مهمتر این که ما لاین 38% فیبوناچی هم این زیر داریم که به عنوان یه حمایت عمل میکنه روی 1.78 دلار و خورده یادا. ما این لاین 38% فیبوناچی هم داریم. خب اگه بیایم نگاه کنیم این لاین قبلا نقش حمایتی واسه این ارز داشته، پس خیلی احتمالش زیاده که بازم اگه قیمت ارز بیاد پایین روی این لاین ازش حمایت بشه. خب ما حالا 0.5% هم پایین تر در نظر میگیریم، روی 1.77 دلار میتونین حد ضررتون رو تعیین بکنین. و نکته بعدی، اگه قیمت این ارز
با برخورد به همین قیمت 2 دلار. اگه قیمت ارز برگرده تا 1.90 دلار اینجا بخواد حمایت بشه، یک کف دوقلو تشکیل میده و میتونه همین قدری که اومده پایین برگرده بالا، که حداقل تا این لاین نزولی که رسم کردیم میشه و دوباره میاد بالای حمایت 2.09 دلار قرار میگیره، که البته الان تبدیل به یه مقاومت شده بازم. پس اگه قیمت ارز بیاد پایین، این اتفاق هم امکان داره بیفته. خلاصه مطلب، اگه شما قصد خرید این ارز رو دارین، باید قبول کنین که 11% از این ارز ضرر میکنین. همین که میخواین بخرین 11% ضررین، چون میگم امکان داره با یک کندل دو تا کندل قیمت برگرده و استابلاستتون هم فعال کنه، هیچی بعید نیست. این بدترین حالتیه که واسهتون امکان داره اتفاق بیفته. ببینید توی ویدیو شیبا هم من گفتم شیبا سود داره میده، ولی در قبال سودی که شما میگیرین هم باید انتظار ضرر داشته باشین. مثلا شیبایی که داره میاد 300% سود میده، شما باید به خاطر 300% سود 20% حد ضرر بذارین. انتظار نداشته باشین حد ضررتون 5% باشه، بعد از همون ارز انتظار 300% 500% سود رو داشته باشین. همین الانم هم کاردانو هر لحظه امکان داره برگرده به قیمت 3 دلار خودش برسه و الان تو محدوده خوبی واسه خریده، ولی حد ضررتون هم باید ببریم بالا، چون نوساناتش زیاده، زیاد میاد سایه میندازه. اگه روی 1.90 دلار حد ضرر قرار بدین، میاد یه سایه میندازه، ارز شما رو میفروشه، استابلاستتون فعال میشه، دوباره قیمتش برمیگرده بالا. خب این در صورتی بود که قیمت ارز بیاد پایین. ولی اگه نمیخواین الان بخرین و میخواین منتظر بشین شرایط ارز خوب شه، میتونین چارتتون رو باز کنین، لاین EMA رو به چارتتون اضافه کنین. در صورتی که لاین EMA بشکنه، یعنی مقاومت 2 دلار هم شکسته شده دیگه و قیمت خودش رو روی 2 دلار تثبیت کرده، در اون صورت میتونین بخرین. حد ضررتون هم میتونین 5% پایین تر روی 1.90 دلار قرار بدین که ریسک کمتری کرده باشین و از اونجا انتظار داشته باشین که قیمت ارز تا مقاومت بعدی خودش که روی این لاین نزولی حدود 5% بالاتر بیاد سود بده، یا اینکه این لاین نزولی رو بشکنه و تا مقاومت بعدی خودش که حدود 9% بالاتر روی قیمت 2.22 دلار قرار داره برگرده بالا، و در اون صورت شما همین لاین نزولی هم میتونیم به عنوان یه حمایت در نظر بگیریم. خیلی خوب دوستان، فعلا همین توضیحات تا فردا اکتفا میکنه، فردا دوباره حتما راجبش ویدیو میسازیم. ممنون که تا اینجا با ما بودیم. فقط بازم میگم لطف کنید اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین، همین الان یه لحظه ویدیو رو بکشین بالا، زیرش دکمه سابسکرایب یا مشترک شدن وجود داره، روی اون گزینه کلیک کنید، زنگوله بغلش هم روی آل یا همه تنظیم کنید، تا به محض اینکه تحلیل ارز کاردانو رو منتشر میکنم ازش مطلع بشین و بتونید سریعا ویدیوشو ببینید. شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.